به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران، از جنوب گرفته تا شمال، از شرق تا غرب، در مناطق مرکزی ایران اگر هستید، به شما عزیزان سلام میگویم. از واشنگتن در ساعت یکی بعد از ظهر آفتابی و نسبتا گرم واشنگتن، در این شماره از تفسیر خبر، چون دوشنبه شبهای پیشین بیشتر میپردازیم به آنچه که در عرصه نقضه حقوق بشر، حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه میگذرد. پیامدهای محرومیت دو فوتبالیست تیم ملی ایران و باز پس گرفتن این محرومیت، تکذیب این محرومیت از سوی فدراسیون فوتبال ایران، وزارت ورزش هنوز در این زمینه سخن روشنی نگفته است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از ایران خواسته بود که هرچه زودتر تصمیم اتخاذ شده را لغو کند. فدراسیون فوتبال ایران میگوید چون این تصمیمی اتخاذ نشده است. این در حالی است که کارگزاران ورزشی حکومت ایران از محرومیت آقای مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به خاطر بازی در یک تیم یونانی در مقابل تیم مکابی اسرائیل خبر داده بودند. مردم دسفول همچنان از بیابی رنج میبرند و در پی قتل یک دست فروش میوه فروش در قم، تظاهراتی از سوی توسط صنف میوه فروشان سیار در قم علیه حکومت برپا شد و کشتن کودکان در ایران هرچند به فراموشی سپرده شده، اما در خفا همچنان قتل‌هایی صورت می‌گیرد که اخبار آنها به طور وسیع و گسترده در رسانه‌های ایران منتشر نمی‌شود. با من و شما هستند در پاریس، پاریس زیبا در فرانسه، پایتخت فرانسه، آقای دکتر حسن مکارمی، روانکاو، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه. با آقای حسن مکارمی، دکتر حسن مکارمی، درباره چرا روند خشونت در ایران گسترش یافته است، ریشه های آن کجاست، از پیامدهای انقلاب اسلامی است، ریشه های فرهنگی اقتصادی خشونت، روند خشونت در ایران رو باید در کجا سراغ گرفت. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. برای بسیاری از بینندگان عزیز ما، آقای دکتر حسن مکارمی چهره آشنا هستند، اما برای احتمالاً بینندگانی که برای نخستین بار هست حضور ایشون رو در تفسیر خبر شاهد هستند، این توضیح رو بدم که آقای دکتر حسن مکارمی سال هاست که به تدریس در دانشگاه فرانسه مشغول بوده و هستند، صاحب تألیفات متعدد، کتاب‌های متعدد به زبان‌های فارسی و فرانسوی هستند در زمینه‌های روانشناسی و همینطور سخنرانی های بسیار در مجامع علمی فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی. به اتفاق شما عزیزان به پاریس میریم، هر کجای ایران هستید همراه شما سفری بر امواج تلویزیونی به پاریس و سلام به آقای دکتر حسن مکارمی. سلام به شما آقای دکتر. من هم به شما و همه بینندگان محترم سلام میکنم و روز خوشی رو آرزو. آقای دکتر مکارمی، اخبار غم‌انگیز متاسفانه بسیار هست از بابت قتل کودکان که ربوده شدن، بعضا مورد تجاوز قرار گرفتن. در برنامه با شما در میون گذاشتیم بخشی از این اخبار رو، و بعد بانوانی که دزدیده شدن، ربوده شدن، سر اونها از تنشون جدا شده و روند خشونت آمیز دیگه در قم احتمالاً در جریان بودید که میوه فروشی رو، خب اگر خلافی مرتکب شده به راحتی میشه این خلاف متذکر شد و خواستار شد که
به هر حال رعایت کنه هر چی که هست، اما درگیری چنان شدید است که به قتل میرسه. و نمونه های از این قبیل در جای جامعه بسیار زیاد هست. چرا؟ چرا در ایران این همه خشونت؟ خیلی ها ناشی از شرایط روزمره زندگی میدونن، اقتصادی میدونن و علل دیگه. از نظر شما به عنوان یک کارشناس اجازه بدید که اجازه بفرمایید که من مجموعه این اخبار و اطلاعات رو در یک حجم بگذارم برای اینکه بهتر بتونیم بشناسیم. اینو بهش میگن یه نگاه ساختاری، از ساختار بتونیم نگاه بکنیم با هم. خب ما در یک فرهنگ چهار لایه‌ای زندگی میکنیم که کاری رو که در واقع روانکاو میکنه، کارش هنرش شاید در این باشه که هر انسان رو همونجور که ماهی رو در آب میذاریم، انسان رو در فرهنگش میذاریم و باید به اون فرهنگ توجه کرد. یک پس حوزه فرهنگ است. دوم آنچه که در روز میگذره، شرایط اقتصادی، اجتماعی، روابط اجتماعی بین مردم و طبیعتاً از منطقه و جهان هم این حاصل میشه، مثل افزایش و کاهش قیمت نفت، مثل افزایش و کاهش خشونت‌های منطقه و جهان، یا مثلا تنش بین دو تا کشور که خیلی ها همینطوری نگرانن که شاید باز هم مسئله اتم در کار باشه. ببینید این دومین قسمت هست. و سومین قسمت اینه که ما تا چه حد میتونیم اطلاعات و اخباری رو که داریم مطلق کنیم و نسبی کنیم. این سه تا مورد رو اگر موافق باشید من یکی یکی بشکافم در پاسخ به این سوال با ارزشی که همه ما نگرانش هستیم، چرا خشونت. حتما با کمال میل به طور کوتاه میشنم. بله. از فرهنگ شروع کنیم که مفیدترین و مشخصترین مسئله است. ببینید ما بالاخره باید یک جای بیستیم و یک ملاکی برای سنجش داشته باشیم. اجازه بدید من این ملاک رو اعلامیه جهانی حقوق بشر بدونم. برای اینکه این ملاک یک 30 تا ماده داره، یه مقدمه داره. سال 1948 52 کشور اون رو امضا کردن، من جمله ایران در همون سال 1952 امضا کرده و خب میتونیم بگیم مبنای تقریبا کلیه قوانین اساسی کشورها این در اون گفت قانون اساسی، قوانین اساسی. این مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر با فرهنگ، این لایه‌های فرهنگی ما چقدر با هم میخونن. یعنی اول ببینیم که این حقوق بشر قوانینش باید بین فقط بین دولت و مردم، بین دولت و گروه‌هایی از مردم، یا بین مردم و مردم هست. من اینو چهار لایه میکنم. باید اینطور واقع بینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که رعایت قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر باید بین دو تا همسایه از اونجا شروع میشه، مردم با مردم، مردم با گروه. مثل اینکه مثلا یک کسی که در استان کردستان زندگی میکنه با بقیه، و یکی مردم با دولت، و یکی هم دولت با دولت‌های دیگه. این چهار لایه داره. ما باید یه نگاه بکنیم ببینیم که مستقل از همه این حرف‌ها، اگر در یک جهان مطلوب خودمون رو بذاریم، مردم ما، این 75 میلیون زمینه‌های پذیرش حقوق بشر. یعنی چی قانون؟ ماده اول حقوق بشر یعنی این که دیگری منیست در موقعیت دیگر. این رو داریم تا چه حد داریم؟ این یک. وقتی این رو روشن کردیم باید بیایم حالا ببینیم همچین منی که اینجاست با این زمینه فرهنگی، با این زمینه پذیرش دیگری، حالا در چه شرایط اقتصادی، حقوق اجتماعی، در چه جهانی قرار گرفته. هرچه خشونت پیرامون افزایش پیدا میکنه، هرچه مشکلات اقتصادی در یه جامعه بیشتر میشه، هرچه روابط اجتماعی میره به سمت بیشتر اقتصادی شدن تا انسانی شدن، طبیعتاً یه زمینه فرهنگی داشتیم، مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود داره، مشکلات امنیتی وجود داره. آینده‌ای که روشن باشه به اون شکل نیست، این رو هم میذاریم در اون. و بعد سومین مسئله این هست که ما تا چه حد میتونیم به اخبار و اطلاعاتی که داریم، یعنی چه سنجه‌هایی وجود داره که بدونیم امروز خشن‌تر از دیروز بوده، امروز خشن‌تر از 50 سال پیش بوده و غیره. این سه تا مسئله رو اگه یک کمی با هم بخوایم بازم بیشتر بریم، علاقمند باشید من بیشتر با مثال‌های بیشتر هر سه تا رو بیشتر می‌شم.
ولی دو تا موضوع هست آقای دکتر مکارم. یکی اینکه نقش فرهنگ رو که شما دارید اشاره میکنید، حالا خود فرهنگ تعریف های مختلفی داره، ابتدایی ترین تعریفش شاید اون چه که هست که حاکم هست بر روابط روزمره و عملکرد روزمره مردمان در یک محدوده جغرافیایی، بچه مشترک فرض کنید کسی که در لیون زندگی میکنه با پاریس یا مرسی با به شهر دیگه فرانسه در نیس مثلا زندگی میکنه، اینا علی رغم اختلافات فرهنگی که دارن نقاط مشترک فرهنگی بسیار دارن. این رو هم قطعا باید در همین آمریکا تگزاس با نیویورک بچه مشترکی دارن. این یک بحثه که واقعا تعریف مشترک فرهنگی ایران و آیا در اون چی که تعریف مشترکی میشه برای فرهنگ ایران خشونت وجود داره یا نه، ضد خشونت این فرهنگ، این یک نکته است. و نکته بعدی هم که افزایش روند خشونت است، خبرهایی که هست آیا این خبرها تا چند روز نشون دهنده افزایش هست یا نیست؟ بفرمایید. اگر این نکته آخر رو بگیریم برای شروع بحث خیلی مسئله اساسی است. فرهنگ یه مقدار عمیق‌تر از یه نسل و دو نسل و سه نسل است. حق با شماست. اگر 4 میلیون ایرانی در خارج از ایران هستند و اینها میبینیم بین بقیه ملل، اینها این 4 میلیون تقریبا به خوشنامی شناخته شدن، تقریبا به فعالیت و حرکت و اینکه به سمت علم و به سمت اینکه وارد جامعه پیرامون خودشون بشن، با میهمانان خودشون مدارا بکنن و به این شکل شناخته شدن. پس نشون داده میشه که امکانات فرهنگی این مردم، این 4 میلیون به عنوان یک نماینده فرهنگی ایران باشه، با یک اختلاف و اونی که میدونیم که متوسط دیپلم های این 4 میلیون میگن دیپلم به علاوه 2 ساله که خیلی متوسط بالایی است و نمیشه انتظار داشت که اون 75 میلیون هم از نظر فرهنگی به اینجا برسن. ولی حق با شماست، خود این نماینده بودن این 4 میلیون در فرهنگ دنیا نشون میده که ما چندان فرهنگ خشنی نداریم. اما حالا برگردیم به داخل ایران، یکی از مسئله که تولید اینجا بیام خشونت کرده و ادامه خواهد داشت به نظر من تا مدتی، اینه که ما خیلی سریع تعدادی از روستاییانمون، در 1970% ما روستایی داشتیم و عشایر، در عرض خیلی زمان مختصر و کوتاه، یعنی از 1962 در عرض 6 سال ما مقدار بسیار زیادی از افراد روستایی کم فرهنگ ترینشون مجبور شدن مهاجرت کنن به شهرها. و در واقع این خیلی خبر آمار مهم، از هر 4 نفری که در تهران زندگی میکنن 3 نفرشون پدر بزرگ و مادر بزرگ های روستایی دارن. مسئله خوب و بد اینجا نیست، مسئله اختلاف بین کد هاست، بین نماد هاست، بین سمبول هاست. یعنی در واقع اینو باید توجه کرد که ما از این نظر یک دوران بحرانی رو داریم پشت سر میگذاریم. یعنی 12 میلیون مردم ایران، این 12 میلیونی نیستند که از پدر و پدر بزرگ، مادر و مادر بزرگ با نصایح، با صحبتها، با ضرب المثل های اون چیزی که آن انسان رو میسازه، با اونهای بزرگ شده باشند که شهرنشین باشه و طبیعتا با منطق و نگاه و استدلال خودشون وارد این شهرها شدن. این مسئله اینجا داشته باشیم، اشکالی هم نداره، ما زودتر از بقیه وارد شدیم چه بهتر. یعنی اون چیز مشکلاتی که الان در ترکیه میبینیم مشکلاتی است که بعد از ما دارن طی میکنن. ما زودتر این مسئله رو طی کردیم، ما زودتر آمدیم، باید میامدیم، آمدیم. الان 30% روستا، 70% شهر، ولی بهشون امکان بدیم، اجازه بدیم که این صورت بگیره. اما تشدید مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی، تشدید عدم امنیت و از همه مهمتر عدم امکان سخن با یکدیگر. فرض کنید هر مشکلی ما داشته باشیم بین هم دیگه، دو راه بیشتر وجود نداره، این گزد انسانی روشنه، یا من شما با هم سخن میگیم یا به خشونت متوسل میشیم. حتی خود قهر کردن به فارسی ما قهر میکنیم با هم، یعنی خشنترین کار اینه که من با شما صحبت نکنم.
من به عنوان یه روانکاو توصیه‌ام اینه که باید صحبت کرد، برای اینکه رفع خشونت بشه باید سخن بگیم، برای سخن باید بگیم باید امکانش باشه، برای اینکه امکانش باشه باید امنیت سخن گفتن ایجاد بشه، فرد با فرد، فرد با گروه و گروه با دولت. من مشکل اساسی گذشت از مسائل اقتصادی امنیتی، همه رو قبول میکنم، همه رو میدونیم، من میخوام بگم چیزایی که میدونم من تکرار نکنم اجازه بدید، ولی اگر مشکلات رو سعی بکنیم به سخن بیاریم و این سخن گفتن رو، یک مسئله در مورد ایران وجود داره که کمتر بهش توجه میشه و اون اینکه کلیه امکانات ارتباطی انسان ها، یعنی تمام رسانه ها، چه به شکل رسانه های حضور مساجد تکیه ها، چه به شکل رسانه هایی که در خیابان هاست، چه به شکل رسانه های رادیو و تلویزیون و روزنامه ها، همه از یک ریشه مالی و امکانات میان. بالنتیجه اون امکان آزادی که میتونیم کدوم حرف هم رو بزنیم، گروه ها با هم، مردم با یکدیگر، این سال هاست که وجود نداره. تا ما این رو ایجاد نکنیم، من مطمئنم به عنوان یک روانکاو، تا این مسئله و بعد به هم حرف نزنیم، سخن نگیم، یه گروه درمانی بهتر بگم، ما یه گروه درمانی به خودمون بدهکاریم، مردم ایران یه گروه درمانی بدهکارن به خودشون، تو تکس تا مقدار اینجور که من شنیدم این گروه درمانی خیلی خفیف صورت میگیره ولی کمه. ما نیازمنده و این کاری که شما میکنید به نظر من میتونه بره به سمت این گروه درمانی، یعنی که اگر بتونید از مردم بگیرید بگن و شما پاسخ بدید و مردم با هم، این گروه درمانی یکی از مسائلی است که شاید خشونت‌های فرهنگی رو بتونه از بین ببره. خب آقای دکتر، خیلی بحث به مفصلی هست، نکاتی رو اشاره کردین که من به طور سریع به اینها اشاراتی میکنم چون ممکنه پرسش‌هایی برای بینندگان ما باشه. اول اینکه میانگین ایرانی‌ها در خارج به طرف علم و دانش آموختن میرن، خب این بله قابل احترام هست، اما به صفات دیگه هم متاسفانه در موارد ایرانی ها در خارج از کشور هم به هر حال مشهور هستن که زیاد جالب نیست، در مواردی رو میگم، در مواردی رو. و بعدم ما متاسفانه ایرانی ها چنان این موضوع رو بزرگ میکنیم و عمده جلوه میدیم که گویی بقیه ملت ها چون این خصوصیاتی رو نداره. منظور من شما نیست، میخوام فقط این نکته روشن میشه. یا مثلا اگر در ناسا مثلا فرض کنم ما افرادی داریم حالا دارای اهمیت هم هست، ولی اگه مثلا جوری مطرح میکنیم که خب بسیار مهمه، بسیاری از کشورها هست در ناسا افراد زیادی نداره، مثل فرانسوی های شما در فرانسوی که شما هستین یا آلمانی ها، این دلیل بی اهمیت بودن دانش و علم در نزد آلمانی ها نیست. یه نکته این هست. نکته دیگه که من مایلم بهش بپردازیم همین مسئله ریشه‌های فرهنگی هست. ببینید در جامعه این ریشه خشونت، نکته‌ای که شما اشاره میکنید که بسیار مهم هست، عدم گفتگو بین حکومت، دولت، مردم، عدم گفتگو بین آدم‌ها با همدیگه، انسان‌ها در هر نوع رابطه‌ای که هستن، زن و شوهر، ببینید کتک زدن‌های خونگی، بانوانی که کتک میکنن، کتک زدن کودکان به عنوان یک اصل تربیتی نسبتاً پذیرفته شده، در همه اینها یه چیزایی هست به قول امروزی ها نهادینه شده در فرهنگ ایران. من یک مثال میزنم، خیلی چیزا هم هست اینجا، اقتصاد از گفتگوام هست، همین شالوسوید اینجا درگیریایی که شد دو روز گذشته، خب جامعه بازی هست، گفتگوهای هست، بزن بزنهایی هست، اصلا میدان جنگ بود. یک مثال من میزنم، تمام اشکالات اقتصادی کشوری جامعه‌ای مثل مصر به وفور داشت، اما در عرض 3 سال دوبارم انقلاب کرد ولی کسی رو اعدام نکردن. خشونتی که ما بعد از انقلاب در ایران دیدیم در جوامعی مثل مصر اتفاق نیفتاد. این قابل تأمل هست. اون دلیل اقتصادی رو یک مقداری به نظر من ضعیف میکنه، یعنی. و بعد مثلا در همین شهر شما که هستین پاریس، من فقط اسم میبرم، شما قطعا در مثلا حقوقدانی یا مثلا روزنامه‌نگار صاحب نامی مثل آقای دکتر حاجی جوادی و بقیه، اینا فریاد بلند میکنن که اعدام هایی که داره میشه کافی نیست، باید سریعتر اعدام کنید. در خیابون کاخ تهران
انسان رو شقه کردن، کاری که داعش کرده. همین اتفاق، این ریشش کجاست؟ این واقعا فقط همین یک مورد عدم گفتگو است. این خشونتی که از خونه شروع میشه در سطح گسترده جامعه ادامه پیدا میکنه، کارهایی که جامعه در جامعه ایران در 30 سال اخیر شد در هیچ کشور اطراف ایران و هیچ کشور دیگه نشد، از جمله کشتار هزاران هزار زندانی و بعد قاتلین این کشتارها وزیر دادگستری شدن و بعد هیچ اعتراض عمده‌ای مثلا صورت نگیره و بعد همین امروز مثلا رفتن و رأی دادن بیش از 12 میلیون به یکی از این قاتلان و یکی دیگه از قاتلان رو حکومت ایران وزیر کردن و اعتراض گسترده‌ای نبودن. اینو چطور می‌فهمید؟ بله ببینید، ما یک مسئله سیاسی داریم در این جامعه که فکر میکنم همه متفق القولن، یعنی در اونجا مشکلی وجود نداره از در بحث سیاسی و حاکمیت سیاسی که در عرض این بعد از انقلاب وجود آمده. ما در واقع میشه گفت 4 دوران خشونت بسیار بالایی داشتیم و بعد یکم آرام گرفت و هنوز هم معلوم نیست دیگه کلن برطرف شده باشه. من فکر میکنم تاریخ نگاری خشونت ها از همون بد به انقلاب تا امروز به اندازه کافی شده، میشه دوباره تکرار کنیم اینجا، دوباره راجع به سخن بگیم، ولی این آنچه که میشه بهش گفت خشونت سیاسی دستگاه حاکمیت بر علیه مردمش، من فکر میکنم به اندازه کافی همه میدونیم. میخواید هم باز تکرار میکنیم؟ بحثی نیست. نه اجازه بفهم آقای دکتر، برای اجازه بفهم، برای اینکه سوء تفاهم نشه، حرف من این نیست که حکومت این کارو کرد. پذیرش جامعه هست، جامعه ایرانی بله. من چون فرهنگی مثال میزنین، من فکر میکنم مثلا سعدی به عنوان یک معلم اخلاق در ایران شناخته شده، جایگاه سعدی بسیار مهم هست. اساتید امیدوارم به دل نگیرن ولی واقعیتی است، احترام سعدی همواره هست. ما یک بیتشو دیگه چنان بزرگ کردیم و حقم هست، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهر اینو بزرگ کرد. اما همین سعدی در اول خود گلستانش خطاب به خداوند میگه که ای کریم که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری. خب ببینید این یک اصل میشه، گلستان به عنوان یک کتاب اخلاقی تدریس شده در نسل اندر نسل در ایران، یعنی در مدرسه همون چیزی که در مدرسه های مذهبی طالبان درس میدادن گبر و ترسا دشمن خدا هستن، ما در ایران درس دادیم به عنوان معلم اخلاق. من حرف من این وره قضیه است، حکومت به جای خود، این حکومت که از آسمون پدید نمیاد، از یه جایی ریشه هایی داره. الان پای منبر حکومت می نشینن مردم سینه‌شون هم میاد. من میخوام این وره قضیه ببینم ریشه های خشونت در جامعه ما کجاست. این رو من میخوام این رو هم اضافه بکنم، کاملا حرف شما درست. این مثالی است که من خود من خیلی جاها مطرح میکنم که گبر و ترسا و وظیفه خورداری، همین دوستان ارمنی ها بودن و زرتشتی های ما چجوری این ها میتونن دشمن باشن، یعنی این خیلی روشن هست. ولی خب یه بحثی که ما اینجا باید بکنیم این هست که حتی این حقوق بشری رو که از قرن به هر حال 18 به بعد در اروپا آمد، در خود اروپا هم نبود، یعنی در زمان سعدی خب واقعا اینطور نبود. باید نگاه کرد پروتستان ها و کاتولیک ها در همین اروپا چقدر هم دیگر کشتن، چه خونریزی ها شد. ببینید مسئله خشونت اگه میخوایم بررسی بکنیم، خشونت فرهنگی رو باید رفت و یک نگاه حرکت خشونت آمیز مردم ایران کرد، در لایه‌های مختلفش توجه کرد، بهش نگاه کرد و نوع خشونت رو بهش توجه کرد. به گمان من با تحلیلی که من کردم، نگاهی کردم به مسئله خشونت در فرهنگ ایران، ما بیشتر مورد خشونت قرار گرفتیم تا خشونت انجام دادیم. این یک مورد کلیست در مورد مسئله دوم این هست که ما به هر حال یک نوع مهربانی و مهر و مهمان نوازی، من دیگه من نمیگم اینا جزء خصوصیات اخلاقی
اخلاقی ما، حتی خصوصیات اخلاقی ما، مثلا تعارف و آبروداری و غیره هم وجود داره، حرف دلمون رو نمیگیم، اینها هم هست، ولی این تیکم وجود داره. اینها به خودی خودش نمیتونه بستر این همه خشونت روزمره باشه. بحث من یک بستر فرهنگی داریم، ولی این بستر فرهنگی که داشتیم ما در این دوران اخیر دچار یک خشونت سیاسی هم شدیم که در صحبتش نکنیم، این هم هست، علاوه این دوتا برای وقتی نگاه میکنیم زمین هم در یه زمانه ای قرار گرفتیم که آتش در دور تا دور این مملکت در حال جوشش هست، این خشونت به گوش میرسه، به گوش مردم میرسه و میبینن. مخصوصا میخواستم به این مسئله اشاره کنم که اگر قبلا مثلا رادیو تلویزیون ها به اندازه کافی از خشونت صحبت نمی کردن، الان در روی انترنت و فیسبوک و غیره خیلی راحت مثل نقل و نبات این خشونت ها با چشم دیده میشه. همه اینها رو شما در نظر بگیرید، بذاریم کنار. من میخوام به این نکته اساسی توجه بکنم و اون اینه که ما یک قانون اساسی داریم به نام فراقانونی که روابط انسان‌ها رو با یکدیگر و دولت رو با شهروندان، گروه‌های مختلف رو تعیین می‌کنه. این قانون اساسی ما باید مطابق باشه مثل هر قانون دیگری، مثل هر قانونی که یک شرکت کوچک رو اداره می‌کنه، باید یک قانون مدیریت باشه، باید با مدیریت پذیری مردم هماهنگ بشه. به گمان من ما کمتر به این مسئله توجه می‌کنیم که این قانون اساسی اگر نتیجه 40 سال اخیر این قانون اساسی این طور شده است که هست، نگاه کنیم بهش، این قانون اساسی با مدیریت پذیری این مردم هماهنگ نیست. یه نگاهی به این قانون اساسی باید کرد. اگر امکان این هست که یک رهبر قوه قضاییه به اون خشونت ها فرمان بده، در قانون اساسی کنترل نشده این رهبری که میتونه همچون خشونتی رو در جامعه ایجاد بکنه. اگر نتیجه کار قوه قضاییه ما تا این حد پایینه، قوه قضاییه خودش نشان دهنده یک خشونت در جامعه است، رفتارش اگر تا این حد پایینه، یعنی خود قوه قضاییه میگه نصف زندانی هایی که میان بیرون دوباره برمیگردن، یعنی مسئله تنبیه 50% مسئله تنبیه صورت نگرفته، انتباهی صورت نگرفته، من آگاه نشدم، رفتم دوباره برگشتم، دوباره نصف برمیگرده. تعداد پرونده هایی که باز هست، تعداد جرائمی که صورت میگیره، طول زندانی ها، یعنی سالهایی که زندان هستن، اینا همه خشونته. و این وقتی که قانون اساسی نتونه خودشو تنظیم بکنه با این مردم، مردم همین هستن که هستن، این وظیفه قانون اساسی است که خودشو تنظیم بکنه با این مردم، کاری کنه، رفتاری بکنه که مشکلات اساسی مردم برطرف بشه. میگم اگر بریم سراغ اساس اینجوری نگاه بکنیم، بگیم ما یک فرهنگی داریم همینی که هست، قانون اساسی و اجرا کنندگان این قانون اساسی موظفن رفتاری بکنن که مردم به سمت رفاه، آزادی، تمدن، زندگی بهتر برن، اگر نرند این مردم رو نمیشه هیچ وقت مقصر دونست، حتی با هر فرهنگی باشن. اینها هستن، این فرهنگ از پدران و پدر بزرگان و مادر بزرگان آمدن، کاری نمیشه کرد با این فرهنگ. مثل اینه که شما به من بگید من رئیس یک دانشگاه بشم و همه دانشگاهیان عوض کنم، دانشجویان منم که باید نظام مدیریتی در این دانشگاه برقرار کنم، معلمانی رو انتخاب بکنم، رهبرانی رو انتخاب بکنم که این دانشجویان به جلو ببرند، نه اینکه شرایط رو بدتر بکنم. من میخوام به این نکته اساسی همینجا اشاره کرده باشم. خب آقای دکتر، به این نکته اشاره کردم، این پرسش هم مطرح میشه. ببینید، در خیلی معتقد هستن که دین به هر حال بعد از صیقل هایی که در طول تاریخ پیدا کرده، یک جور در جوامع بین گروه های، بین طبقاتی، بین اقشاری از مردم، هر چی که بخوایم بگیم، یا بخش بزرگی از جامعه، به هر حال یک جور ضامن اخلاقیات جامعه هست. بعد از دورانهای کشتارهایی که داشته مسیحیت و ادیان مختلف و در دین یهود هم در تاریخ یهود ما داریم و بقیه جا، خیلی معتقدم وقتی الان یکی از مشکلات ایران اینه که دین از اونجایی که در جامعه بوده جدا شده و رفته در حکومت بر مسند حکومت، و همین یک مقدار زمینه ساز بالا رفتن روند خشونت شده. باز من یک مثال بزنم خدمت شما، اینکه یک متفکر، من مایلم اسمشون رو ببرم، به مصری، آقای انیس منصور، صاحب تألیفات
من حق بسیار به گردن من داره، من بسیار از اون آموختم. یک بار به شوخی به من، اون کارشناس ادبیات ایران بود، به من میگفتش که فلانی شما ایرانی ها مدعی معنویات بسیار هستین با مولوی و حافظ و سعدی و اینهایی که دارن. گفتم خب درست یا غلط همچه ادعای داریم؟ من گفت بله، یه اصلی دیگه هم هست که نماینده معنویات هر ملتی هم به هر حال روحانیت اون ملت هست. من میدونستم داره یه ترهیست بوده سرچه هست دامیز. گفت بله. گفت حالا روحانیت شما اینقدر آدم کش و خون ریز هست، خود ملت چجور هستید؟ بعد پرسش من شد نشیندن آقای دکتر. گفت شما وقتی روحانیتتون اینقدر آدم کش و خون ریز هست، خود شما ملت ایران نماینده های معنویاتشون چون این که هست. برگردم خب به طور خلاصه، این که دین، آموزه های دینی، هر نوع دین که مشخصات مشترکی هم همه ادیان داره، چقدر تأثیر گذار هست در جلوگیری از گسترش خشونت، یا چقدر میتونه اثرگذار باشه در گسترش خشونت؟ بله، ببینید اجازه بدید که من دین رو جزء سنت بذارم اگه اجازه بدید. برای اینکه وقتی تعریف میکنیم که دین که یک روزه نیامده، که این به تدریج تغییراتی کرده، حداقل دین اسلام از 1300 و اندی به تدریج آمده، بعد ما در 500 سال پیش به تدریج تمام جامعه به سمت شیعه شدن رفتن 80%، و خود همین شیعه هم شکل‌های مختلفی پیدا کرده، شده مثل سنت. یعنی باید جزء سنت حسابش کرد، قبولش کرد که این سنت. این دینی رو که امروز ما به عنوان سنت داریم، وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که یک عده از معممین خودشون هم مورد تهاجم قرار گرفتن. این نیست که وقتی خوب نگاه میکنیم، من به اون دوست مصری میتونستم اینطور بگم، وقتی خوب نگاه میکنیم خب ما آیت الله شریعت مداری هم داریم. اینجوری نیست که یک دفعه یک گروهی به نام مؤممین به طور کامل یک دست قدرت رو به دست بگیرن و یک دست همگی به خشونت برسن. این واقعیت نیست. واقعیت اینه که گروهی از مؤممین تونستن نظریات خشونتگرایانه خودشون رو تحمیل کنن. از این میخوام یه نتیجه بگیرم، و اون اینه که اگر ما مشکلات امروز، حل مشکلات امروز و فردا رو به حل مشکلات خشونت مؤممین ایران متصل بکنیم، نجاتمون خیلی مشکلتر میشه. اجازه بدید که ما این بررسی رو بکنیم که در سنت ما مسائل زیادی وجود داره، من جمله خشونت، این کلیست، و کسانی هستند به نام مؤممین که هم در سنت ما وجود دارن. روزخانی وجود داره، مال 400 ساله، مال 300 ساله، و روزخانی افسردگی میاره در جامعه ما، روشنه، ریشه های علمیش هم معلوم هست، و این باید یه روزی بالاخره ما قطع بکنیم، برای که دلیلی نداره، و خود افسردگی هم به شکلی در بعضی از مواقع خشونت رو تولید میکنه، مواد مخدر رو میاره در جامعه، همین ها هست. ولی یک باره نمیشه همه این مشکلات رو یک روزه به این شکل حل کرد. باید یه مقدار به گمان من آهسته تر ولی پیگیرانه تر. مشکل مردم، مشکل فرهنگی رو باید خود مردم، همین رسانه ها، بهشون بگیم که ما در سنتمون مسائل خشونت وجود داره، و ما خودمون مواد اعلامی جهانی حقوق بشر در حد دیگری رعایت نمی کنیم. دو، باید متوجه این مسئله باشیم که قوانین اساسی ما اون بالا هستن دچار مشکل بنیانی هستن. سه، اونهایی که این رو اجرا می کنن یا فرصت طلب هستن که استفاده های مالی می کنن، یا بلد نیستن، و چون بلد نیستن با گفتگو پیش ببرن، با خشونت به پیش می روند. هر جا خشونت هست معلومه که منطق و دلیل و استدلال و سخن نیست. منظور من این است که اگر اجازه بدید این طور بریم جلو که بگیم ما و آن جناحی از مؤممین صلح طلب انسان دوستی که میخوان جامعه ایران با صلح و تفاهم زندگی کنن و با گفتمان در یک طرف قرار گرفتیم، همه مؤممین رو در یک طرف قرار ندیم، مشکل برای خودمون بسازیم، به جایی نخواهیم رسید. البته دو نکته رو من بگم، این بحث رو حتما در شماره های آینده پی خواهیم گرفت با آقای دکتر حسن مکارمی. این دو نکته، یکی این که در این برنامه تمام تلاش ما این هست، وظیفه برنامه تلویزیونی راحت به هر حال
دست کم ما در تفسیر خبر نمیدیم، زمینه رو فراهم میکنیم برای کارشناسانی مثل آقای دکتر مکارمی راه حل های برای مسائل جامعه دادن. یک شناخت مسائل است، همونطور که اشاره شد طرف حکومت چه میکنه یک بحثه، و در این ریشه های عملکرد حکومت ها در میون مردم هم مورد نظر ما هست که بررسی بکنیم در این زمینه که این خشونت ها از کجا میاد، از خونه شروع میشه یا از جاهای دیگه و از کجای تاریخ و به چه علل این موضوع. و آقای مکارمی عزیز، من حتما قطعا هستن روحانیون بودن بسیار زیاد در حاشیه، همین الان هم هستن، اما همونطور که در کلیسا بوده کشیش های بسیار نازنینی، ولی به هر حال آنچه که کلیسا انجام داد در مجموع در دوران قرون وسطا به اسم کلیسا نوشته شد و جدا نکردن، بل الان کارنامه 40 ساله به عنوان روحانیت شیعه نوشته میشه. روحانیت شیعه در مسند حکومت این هست که طبعا اون روحانیونی که مورد اجحاف مثل آقای کاظمینی بروجردی، مثل آقای علی حجتی کرمانی، مثل آقای شریعت مداری، مثل حتی آقای منتظری، اینها خب استثناهایی هستن که نمیتونن این روند سیلاسای خشونت رو که از 23 بهمن ما آغاز شد تا به امروز ادامه داره، اینها سدی نتونستن بشن در برابر. سپاس بسیار داریم آقای دکتر حسن مکارمی، اگر کلام آخری هست کمتر از یک دقیقه، وگرنه به امید دیدار در برنامه های آینده. من خیلی شادمانم با پیام شما که اینجا ما هدفمون روشن‌تر کردن مثل هر مشکل دیگری که در جامعه و انسان وجود داره عکس برداری کنیم، تشخیص بدیم، پروژه درمان پیدا کنیم، هر ستاش لازم است. با سپاس بسیار از شما و خوشحالیم از شادمانی شما که مثل بسیار دیگر از دوستان من بخش بزرگی از این شادمانی رو من نه به عنوان یک روانکاو بلکه به عنوان از راه دور میشه تشخیص داد، به خاطر نوه‌های نازنین شما هست که مطمئنم این شادمانی ریشه ای هم در پیوند عاطفی شما و نوه‌های نازنین باشه. سرفراز باشید، تندرست باشند و شاد همه کودکان ایران و جهان با آینده روشن. همراه شما عزیزان خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت و آنچه که در قم گذشت و آنچه که در عرصه ورزش در ایران می‌گذرد، در گفتگو با آقای اردشیر زاره، فعال حقوق بشر در تورنتو، کانادا. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستن آقای اردشیر زاره از اعضای مرکز بین المللی حقوق بشر در تورنتو کانادا و مدیر دفتر حقوقی اردشیر همچنان در تورنتو کانادا. سلام به شما آقای اردشیر زاره. درود بر شما آقای چالنگی عزیز و درود به همه هموطنان عزیزمون و بینندگان که ما رو میبینن از همه جای دنیا. آقای زاره عزیز، ببینید پیش از شما بحث بود درباره روند خشونت، ریشه های خشونت، که به یک مرحله از این موضوع رسیدیم و ادامه حتما خواهد داشت، چون ریشه یابی خشونت در جامعه ایران بسیار وقت لازم هست، بسیار امر پیچیده ای هست. اما یکی از جریانات روزمره این خشونت رو بازداشت روزنامه نگاران، شکنجه و حتی قتل اونها داریم. آخرین خبر هم سازمان گزارشگران بدون مرز آمده و باز مجدداً برای بیش از 100 بار طی این سالها نقض آزادی‌های رسانه‌ای در ایران رو محکوم کرده به مناسبت بازداشت آقای ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، که بازداشت شده. واقعاً چرا بعد از 37-38 سال همچنان نگرانی از قلم و البته الان کیبورد و اینها وجود داره، و چرا باز همچنان دولتی که تشکیل میشه باز برای ترسوندن مردم وزیر مثل آقایی در کابینش داره و
همچنان این روند خشونت رو ما میبینیم در حکومت و که بخشش هم دولت هست ادامه داره. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی و در کل نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران این استش که با ایجاد رعب و وحشت در جامعه به بقای خودشون دوام ببخشن. یادم هست که سال 1377 یک مقاله‌ای رو ما در نشریه هفته نامه هویت خیش چاپ کردیم، افشاگری بود از حجت الاسلام پروازی از اعضای شورای مرکزی انصار حزب الله که روابط نزدیکی با بیت رهبری و سپاه پاسداران داشت. گفت که نقل کرده بودیم که از ایشون، یعنی چیزی بود که خودشون در واقع از قبل گفته بودن و ما اینو نقل کردیم توی نشریه که یکی از دلایل توقیف نشریه هویت خیش شد. گفته بود که سپاه پاسداران و این امنیتی های سپاه به این نتیجه رسیدن که بایستی که در جامعه سیاست ایجاد رعب و وحشت رو در پیش بگیرن و هیچ وقت هم سپاه اینو تکذیب نکرده، عملکردش هم کاملا اینو نشون میده. در واقع جمهوری اسلامی همواره از همون ابتدا این کار رو انجام داده، همچنان هم اگرچه فشارهای حقوق بشری وجود داره، فشارهای بین‌المللی هست، فشارهایی که مردم از داخل میارن، با اینکه جمهوری اسلامی به سرکوب همچنان ادامه میده، ولی این در تداوم همون سیاست رعب و وحشت و ایجاد خشونت در جامعه است. این رعب و وحشت و خشونت به روش‌های مختلف همچنان ادامه داره، اگرچه کمتر شده، همونطور که عرض کردم به مدد همین مبارزات و تلاش‌های حقوق بشری، ولی سیاست عوض نشده. اگر آقای ساسان آقایی رو که دو روز پیش روز شنبه بعد از ظهر اگه اشتباه نکنم دستگیرش کردن توی روزنامه اعتماد و بعد به منزلش بردن، منزلش رو تفتیش کردن و تمام اسناد مدارکش رو جمع کردن بردن اطلاعات زندان اوین که بعدش معلوم نیست سر از کجا در خواهد آورد، اینا همست به خاطر ترسه و از طرفی هم به خاطر هشدار دادن به روزنامه نگاران دیگر هست. یعنی یک نوع ایجاد جو رعب و وحشت و خشونت که دیگران رو بترسونن و حکومت رو کنن. این سیاست همیشگی جمهوری اسلامیه. چرا به آی زاره ببینید، خبری که من دارم گفتن روز یک شنبه بازداشت شده آقای ببینید چرا باید ترس باشه؟ چرا فکر نمی کنید چرا این نیست که یک حکومت ایدئولوژیک هست و کسانی که خلاف ایدئولوژیش عمل میکنن یا مینویسن وظیفه شرعی خودش میدونه بازداشت کنه؟ یا خطوطی داره هر حکومت ایدئولوژیک و به خصوص دینی؟ کما اینکه مثلا فرض کنید چرا اینطور نیست؟ کما اینکه در خیابونها یا از ترسشه که این شلاقی رو که بالای سر بانوان و دختران ایران نگه داشته و فرود میاره هر از چنگایی، این از ترسشه چون این میکنه یا نه وظیفه ایدئولوژی که خودش میدونه که بانوان باید روسریشون بکشن پایین یا هرچی؟ خب شما با یک نظام غیر دموکراتیک سر و کار دارین که اصلا ساز و کارش مبناش قانون نیست. اگر یه موقعی آقای رئیس جمهور میان بحث منشور حقوق شهروندی رو مطرح میکنن یا همین مجلس جدیدن این آیین نامه جدید رو آورده توی برای بحث اعدام، یک ماده جدیدن الحاق شده که حکم اعدام کمتر بشه در جرائم مربوط به مواد مخدر، حالا بماند که نهادهای امنیتی باعث شدن که این یه مقداری تعدیل هم بشه، یا دست به یک سری کارهای دیگه میزنن در عرصه بین المللی، آقای ظریف و دیگران میگن که ما کسی رو زندانی نمی کنیم به خاطر عقایدش، در حالی که از این ور وزارت اطلاعات دولت روحانی این کارا رو انجام میده، از اون ور قوه قضاییه اون کارا رو انجام میده، یا اعدام کودکان زیر 18 سال رو ما داریم که همین جدیدن عفو بین‌الملل هم اعتراض کرده به این مسئله. یکی دو تا مورد نیست، یعنی ارگان‌های مختلف نظام
و از طیف‌های مختلف وابسته به طیف‌های مختلف و گرایش‌های سیاسی مختلف این کارا رو انجام میدن، ولی نهایتا همه اینها وابسته به همون نظام ایدئولوژیک هستن و یک حکومت تئوکراتیک مبناش رو قانون تعیین نمی‌کنه، اگرچه صورت قانونی بهش داده شده. همین دولت آقای روحانی که اعتدال رو قانون مداری رو به قول خودشون سرلوحه کار خودشون قرار دادن، دور اول که قول دادن زندانیان رو آزاد کنن، یک سری اصلاحاتی رو بهش دست بزنن، الان نگاه بکنید در شرف کابینه دوم چه کار کردن؟ هیچی. و کابینه جدید رو هم وقتی نگاه میکنه میبینیم که باز دوباره یه سری طیفای امنیتی و پلیسی اومدن سر کار. یک نمونهش همین آقای جهرمیه که فرصت باشه میتونیم راجبش صحبت بکنیم، که یا به جای وزیر دادگستری کس دیگری رو آورده که فرق نمیکنه، اونم توی شهرستان تو همین تیم اعدام ها بوده. یعنی افرادی که همشون در خشونت یک جوری دست داشتن، در سرکوب دست داشتن، در نهادهای امنیتی نظامی حضور داشتن. همین آقای جهرمی که به عنوان وزیر ارتباطات پیشنهاد شده، خیلی با افتخار میگه که من افتخار میکنم که در وزارت اطلاعات بودم یا سیستم های شنود رو در مخابرات کار گذاشتم و مهندس بودم و افتخار میکنم به این مثلا. خب الان اینا چیزایی که عادی در ظاهر هست، یه سری چیزایی هم پشت پرده هست که مردم خبر ندارن. به خاطر این که بله آقای ببینید حرف من درست همینجاست آقای زاده. ببینید یک حکومتی هست که افتخار میکنه، مصطفی پور محمدی در آدم کشی، خب با ابراهیم رئیسی، با همین علیرضا آقایی در خوزستان که بسیار کشت، و نیری و لاجوردی و بقیه، اینها افتخار میکنن که حکم دین رو به برداشت خودشون اجرا کردن. حتی محمد خاتمی میاد و ستایش میکنه از اینها، حتی که من میگم چون برای خیلی ها غیر قابل تصور بود، خیلی ها میگفتن خیر چون نیست آقای خاتمی، یا مثل همین آقای روحانی که خیلی ها، و آقای روحانی هم از ابتکار دهندگان یا مبتکرین این حکومت بود که بیارید در نماز جمعه اعدام کنید. خب بر اساس معیارهای حکومت داره عمل میکنه، درسته. بنابراین خب باید بیاد، شایسته است که بیاد وزیر بشه برای در یک همچین سیستمی که ارزشهاش اینطور هست. امید کوکبی ولی خب چون با این نظام کنار نمیاد یا خواستای نظامی، دانشمند جوان ایرانی باید به زندان بره و مبتلا به سرطان میشه، یا اردشیر حسین پور کشته میشه، چون خب در یک نظام دیگه ممکن بود اردشیر حسین پور میشد وزیر مثلا، دانشمند هسته ایران. بس مثلا اینه اشکال کار کجاست؟ اشکال در این قانونش هم هست، قانونش هم در دست بسیجی هست که چوب و چماغ هم میده دستش، برو بزن بکش هر کاری میخوای بکن، آتش به اختیارم رهبری بش میگم. بفرمایید. دقیقا همینطوره آقای چالنگی. چند مورد من همین داشتم اشاره میکردم. ستار بهشتی با خشونت، یک بلاگر بود، یک بلاگر معترض، یک فعال معترض بود. امید میرسیافی یک بلاگر بود، روزنامه نگار بود، جوان هم بود، سن کمی داشت. اینها در اوج خشونت در زندان جانشون از دست دادن. اکبر محمدی هم دوره من بود، دوست عزیز من بود، و ایشون مریض بود، اتصاب قضا کرد، عمدن یه کاری کردن که در زندان جان خودش رو از دست بده. شما با یه چنین سیستمی طرفی، و کسانی هم که این کارا رو انجام میدن به قول شما بهشون پاداش میدن. آقای پور محمدی شد وزیر دادگستری به خاطر اینکه اون خدمات رو در دهه 60 انجام داد، بعدن هم در اطلاعات و دادگستری و نهادهای امنیتی و قضایی خدمات زیادی به نظام داد. همین آقای جهرمی که اشاره کردی، من حالا فکر میکنم این جایی مطرح نشده، ولی من تحقیقاتی که کردم این اطلاعات دست اولی به دست آوردم، میخوام اینو در قالب یک مقاله بنویسم، ولی برای اولین بار اگر اجازه بدید اینجا مطرح بکنم. سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش کنم. همین آقای جهرمی یکی از همین کسانیه که بهشون پست وزارت پیشنهاد شده، در واقع پاداشی است که به ایشون داده میشه. خودش میگه که من
مهندس بودم در مخابرات و ولی واقعیت امر اینه که ایشون در واقع گماشته وزارت اطلاعات در سیستم امنیت شبکه در مخابرات بود در زمان احمدی نژاد، معاون آقای نوروزی بود، نوروزی رئیس امنیت شبکه بود و جهرومی معاون ایشون بود. بعدن که دوره احمدی نژاد تموم شد و یه سری تصفیه حساب‌های سیاسی صورت گرفت که همیشه خب این داستانا تو نظام هست، جهرومی شد رئیس امنیت شبکه در مخابرات و امنیت شبکه هم یک نهادیه در داخل مخابرات که اصلا به وزیر جوابگو نیست، به وزارت اطلاعات جوابگوه و به نهادهای بزرگتر مثل بیت رهبری و اینها یک ارگانیزیشن، یک سازمانی هستن در داخل مخابرات که در واقع فقط کارشون شنود کردن نیست، اینها در واقع زیر ساخت هایی که در مخابرات وجود داره برای تقویت سیستم شنود و جاسوسی رو اینها ایجاد میکنن و اون رو بهبود میبخشن، یعنی دستگاه هایی که خریداری میکنن، مهندسانی که از چین و جاهای دیگه میارن نظارت میکنن تا این پیشرفت بکنه. و در دوره احمدی نژاد به خاطر تحریم هایی که صورت گرفت نمیتونستن با کمپانی های اروپایی کار بکنن، مدتی بود با آلمانی ها سر کار داشتن ولی آلمانی ها وسط پروژه عقب نشینی کردن و دولت محمود احمدی نژاد مجبور شد اون موقع از کمپانیای چینی استفاده بکنه مثل زتی و هواوی و نهادهای دیگه و بعدن هم به خاطر اینکه دستشون رو نشه چینی ها در قالب شرکت های ایرانی در ایران مجبور شدن این زیرساخت ها رو تقویت بکنن و تجهیزات جاسوسی رو به ایران بیارن که این آقای جهرومی در واقع کسی بود که مسئول این کارا بود، این کارا رو انجام میداد و مستقیما هم از طرف وزارت اطلاعات اونجا بود. در واقع یکی از ثمرات کار آقای جهرومی در سیستم امنیت شبکه به طور خلاصه این بود که اگر یک مکالمه، اینا همه مکالمات رو گوش میکنن، خیلی کوتاه بفرمایید، هر مکالمه در ایران صورت بگیره که سه تا کلمه کلیدی توش استفاده بشه اون مکالمه اتوماتیک ضبط میشه، یعنی نیازی نیست از قبل دستور بدن که اون تلفن شنود بشه. این یکی از ثمرات تلاش‌های آقای جهرومی بود که به خاطرش الان پست وزارت ارتباطات رو بهش دارن ارائه میدن، حالا بماند سوابق درخشان دیگرش در وزارت اطلاعات. سپاسگزار هستیم آقای اردشیر زاهر در تورنتو کانادا. همونطور که اشاره کردن آقای جهرومی به خاطر چون این کارهایی و بسیارن تروریست هایی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن، میلیاردها دلار خرج هزینه بر سفره ملت ایران، نسل‌های بعدی ایران تحمیل کردن، پاداش گرفتن. زرقامی رئیس تلویزیون معصومه ابتکار از تروریست های دیگه گروگانگیر دیپلمات های آمریکایی که به سمت های مختلف الان هم در دولت شیخ پرزیدنت عضویت داره، عباس عبدی و بسیاری دیگه از تروریست های گروگانگیر دیپلمات های آمریکایی سمت های مختلفی گرفتند. به هر حال پرونده هر کدوم از آقایون و بانوان دستندرکار رو بشکافید، بسیاری از اونها سوابق اینچنین دارن و مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم با قتل‌ها، بازداشت‌ها، دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و امور دیگری که مربوط میشه به حکومت فقیه. سپاس بسیار از شما آقای زاره در تورنتو. تشکر میکنم آقای چانه. کم کم به پایان برنامه رسیدیم و این ویدیو رو من مایلم در پایان برنامه با هم ببینیم در واکنش نسبت به حضور بسیجی ها در استادیوم های ورزشی. صحبت از فوتبال بود، با هم مشاهده میکنیم. Vai, 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 vai
رسیدیم. عزیزانی که برنامه رو از آغاز ندیدن میتونن تا ساعتی دیگه لینک برنامه رو روی کانال تلگرام تفسیر خبر مشاهده کنن. با ما در تماس باشید از طریق ایمیلی که میبینید و همینطور شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون خودتون مشاهده میکنید. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنادرا، کلوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.